دولت مبتنی بر مؤثریت و شفافیت، تقویه روند ملت شدن و وحدت ملی، تامین زمینه تحصیل، تفریح، کار و رفاه برای جوانان، اقتصاد متوازن و کارآفرین، حمایت از حقوق زنان و اطفال، مبارزه با اختلاس، اختطاف و فساد اداری و اجتماعی، جایگاه مجاهدین در نظام امنیتی و سیاسی، توسعه کیفی و زیربنای معارف، مصالحه و تفاهم با مخالفین، سیاست خارجی مثبت و فعال، سهمدهی مردم برای تأمین امنیت. با توسعه و انکشاف معارف میتوان بنیاد یک جامعه و کشور باثبات را گذاشت. افغانستان نیاز به دموکراسی مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی خود دارد. تنها دولت مؤثر و سالم در افغانستان متضمن استحکام ثبات و پیشرفت می شود و زمینه های اعتماد و اطمینان را در سطح ملی و بین المللی فراهم می کند. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات، میرویس یاسینی یعنی تغییر. حمایت از حقوق اقشار و اصناف مختلف جامعه، به ویژه حمایت از زنان، کودکان و معلولین، زیربنای خطوط اصلی سیاست دولت آینده را در عرصه تأمین حقوق اجتماعی مردم تشکیل می دهد. افغانستان را نمی توان با ایجاد یک حاکمیت متمرکز استبدادی در بی‌اعتنایی با اصل مشارکت مردم اداره و مدیریت کرد. شکلگیری و تقویت اداره سالم مستلزم حضور گسترده افراد شایسته، صادق و نهادهای سالم در دولت است. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات، میرویس یاسینی یعنی تغییر. هر کاندید باید دارای نگرش سیاسی روشن و برنامه های انتخاباتی مؤثر و پرثمری باشد. هدف اساسی ما ساختن نظام پاسخگو، مؤثر، پایدار، مردمی و دموکراتیک است. نظامی که روح و جوهر آن طبق مواد قانون اساسی و ساختار آن مشارکت ملی بر بنیاد شایسته سالاری و رفع هر گونه تبعیض می باشد. هدف ما ساختن حکومت قانون است. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات، میرویس یاسینی یعنی تغییر. تربیه متخصصین که توانایی استخراج معادن افغانستان را داشته باشند. با انتخاب درست کشورتان را نجات دهید. انتخاب کردن یک حق است. از این حق استفاده کنید. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات. نجات از فساد اداری و اجتماعی، نجات از فقر و بیکاری، نجات از ترس و تبعیض، نجات نسل جوان از احتیاج و انحطاط، نجات از خشونت و ترور، نجات از تخاصم و تفرقه، نجات از فرهنگ باختگی و فقر فرهنگی، نجات از بحران هویت و اعتماد ملی، نجات از جهل و مرض، نجات از کشت و تولید مواد مخدر و نجات از بی‌عدالتی و تجاوز. میرویس یاسینی یعنی تغییر. دولت مبتنی بر مؤثریت و شفافیت، تقویه روند ملت شدن و وحدت ملی، تأمین زمینه تحصیل، تفریح، کار و رفاه برای جوانان، اقتصاد متوازن و کارآفرین، حمایت از حقوق زنان و اطفال، مبارزه با اختلاس، اختطاف و فساد اداری و اجتماعی، جایگاه مجاهدین در نظام امنیتی و سیاسی، توسعه کیفی و زیربنای معارف، مصالحه و تفاهم با مخالفین، سیاست خارجی مثبت و فعال، سهمدهی مردم برای تأمین امنیت، رای ندادن به زیان ملت و کشور و به نفع بدخواهان شماست. امنیت با اعمال زور به دست نمی آید، بلکه با رضایت مردم میسر می شود. مردم افغانستان از افراطیت حمایت نمی کنند. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات، میرویس یاسینی یعنی تغییر. حکومت کردن مسئولیت است، نه امتیاز. موجودیت قوای خارجی وقت مؤثر است که همراه با یک برنامه اقتصادی و فرهنگی باشد. امنیت صرفاً به وسیله قوای امنیتی تأمین نمی گردد. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات،
میرویس یاسینی یعنی تغییر. اگر انتخابات شفاف و عادلانه نباشد، افغانستان به شکست محکوم است. افغانها نباید اجازه بدهند کشورشان شکست بخورد. تأمین صحت، کار و تحصیل حق هر افغان و مسئولیت دولت است. اگر دنبال افغانستان آباد، آزاد و سربلند هستید، به میرویس یاسینی رای بدهید. اگر به نجات و تغییر می اندیشید، به میرویس یاسینی رای بدهید. میرویس یاسینی یعنی نجات، میرویس یاسینی یعنی تغییر، میرویس یاسینی یعنی نجات. نجات از فساد اداری و اجتماعی، نجات از فقر و بیکاری، نجات از ترس و تعبیض، نجات از ترس و تبعیض، نجات نسل جوان از اعتیاد، احتیاج و انحطاط، نجات از خشونت و ترور، نجات از تخاصم و تفرقه، نجات از فرهنگ باختگی و فقر فرهنگی، نجات از بحران هویت و اعتماد ملی، نجات از جهل و مرض، نجات از کشت و تولید مواد مخدر، نجات از بی‌عدالتی و تجاوز. میرویس یاسینی یعنی تغییر. دولت مبتنی بر مؤثریت و شفافیت، تقوی روند ملت شدن و وحدت ملی، تامین زمینه تحصیل، تفریح، کار و رفاه برای جوانان، اقتصاد متوازن و کارآفرین، حمایت از حقوق زنان و اطفال، مبارزه با اختلاس، اختطاف و فساد اداری و اجتماعی، جایگاه مجاهدین در نظام امنیتی و سیاسی، توسعه کیفی و زیربنایی معارف، مصالحه و تفاهم با مخالفین، سیاست خارجی مثبت و فعال و سهمدهی مردم برای تأمین امنیت.